با نام و یاد خدا. ویدال میگوید که میسی موجود فضایی است که با آدم ها بازی میکند. آرتور ویدال در گفتگو با نشر یکیب درباره همتیمی های صحبت کرده و از قهرمانی در لیگ قهرمانان گفته است. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که چینل ما را سبسکرایب کنید. آرتور ویدال بازیکنی شیلیایی بارسلونا به تازگی گفتگوی متفاوتی با مجله اکیب داشته است. ویدال میگوید این فصل هدفش بردن لیگ قهرمانان اروپا است. ویدال درباره بازیکنان و مربیان خوبی که داشته حرف میزند و بعد هم از سبک فوتبالی خودش صحبت میکند. در ادامه با گفتگوهای جالب این بازیکن میپردازیم. باید بگویم که در این ویدیو برای شما خوبان گفتگوی ویدال به صورت سوال و جواب تهیه کردم. وقتی خبرنگار میپرسد کارنامه افتخارات تو خیلی پر افتخار و قابل تحسین است ولی هنوز لیگ قهرمانان اروپا را نبرده ای، ویدال چنین میگوید: من یک فینال و چند نیمه نهایی در لیگ قهرمانان اروپا داشتم، ولی همیشه بعد شانسی، اشتباهات داوری و این اواخر هم عدم تمرکز کاری کرده که دست به جام قهرمانی اروپا نرسد. امسال ما خیلی جدی به بردن این جام فکر میکنیم. من حالا در بهترین باشگاه دنیا هستم و میخواهم لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورم. هدف من و هدف باشگاه بارسلونا این است که همه جام ها را ببریم، ولی در رختکن وقتی بین خودمان حرف میزنیم بردن لیگ قهرمانان اروپا خیلی جدی است. خبرنگار در ادامه میپرسد حالا یعنی شکست عجیب فصل پیش در نیمه نهایی که بازی رفت را برابر لیورپول 3-0 بردید و بازی برگشت را 4-0 واگذار کردید، آیا این شکست را فراموش کرده یا خیر؟ ویدال لبخند زده میگوید نه، هنوز هم به آن فکر میکنیم. ویدال گلویش را نشان داده و میگوید که بغضش هنوز اینجاست. توضیح این که چه اتفاقی افتاد کاری سختی است. اشتباهات فردی زیادی داشتیم و تمرکزمان را از دست داده بودیم. در ادامه خبرنگار میپرسد نظرت درباره آنتوان گریزمان چیست؟ ویدال میگوید آنتوان گریزمان فوتبالیست بزرگی است. یکی از بهترین های دنیاست. ترکیب او با دیگر بازیکنان مهاجم تیم میتواند هر رقیبی را از پا در بیاورد. آنتوان همیشه در حال دویدن است و برای دفاع کردن هم خودش را میرساند. وقتی خبرنگار میپرسد به غیر از میسی بازیکن دیگری هم بوده که در طول دوران حرفه‌ای‌ات تو را تحت تاثیر قرار گذاشته باشد، ویدال چنین میگوید: بله، ریبری، او هم هیولایی است که در تاریخ فوتبال اسمش میماند. در بایرمونی خیلی با هم خوب بودیم و مثل برادر بودیم. پسر فوق‌العاده‌ای است. عجیب بازیکنی. سرعتش، انفجارهایش، ضربه‌هایش فوق‌العاده است. در زمین آنقدر آرام است که اصلاً کسی باورش نمی‌شود. خیلی خوشحالم که او به فیورنتینا رفت. به نظرم انتخابی خوبی داشت. حتی همین روزها هم مهار کردن ریبری تقریبا کاری غیر ممکنی است. میبینم که ایتالیایی ها این روز برای مهارش 3 بازیکن را مأمور میکنند. وقتی ریبری روبرویتون بازی میکند 2 بازیکن برای مهارش کافی نیست. در ادامه خبرنگار میپرسد در بین مربیانی که داشته ای کدام یک بیشترین تاثیر رو رویت گذاشته است؟ ویدال میگوید آنتونیو کونته نقش کلیدی در زندگی حرفه‌ایم دارد. وقتی بازی میکرد تقریبا شبیه من بود. او به من جایگیری در زمین در هنگام دفاع و حمله را آموخته است. به لطف او توانستم در یوونتوس گل های زیادی بزنم. از لحاظ تاکتیکی هم کنده یک هیولاست، ضمن اینکه همیشه میخواهد برنده شود. شانسی همکاری با آنچلوتی، سامپاولی، آلگری و گواردیولا را هم داشتم. این آخری یعنی گواردیولا چیزهای زیادی به من یاد داده است. خبرنگار در ادامه میپرسد تو یکی از معروفترین مدل موهای دنیای فوتبال را داری، این مدل مو برگرفته از چه چیزی است؟ ویدال میگوید این مدال از جام جهانی زیر 20 ساله ها یعنی از سال 2007 تا حالا دارم. یادم میاد یکی از بازیکنان آلمان در جام جهانی 2002 چنین مدل موی داشت که از آن خوشم آمد. به نظرم آن مدل مو یک حالت تهاجمی داشت که بازیکن حریف را میترساند. من هم میخواستم چنین شخصیت را به تصویر بکشم. تا زمانی که فوتبال بازی میکنم این کاکل ها را نگه میدارم، بعدش ببینم چی میشود. البته باید افزود که بازیکنان از این مدل موی من میترسند. در اخیر وقتی خبرنگار از ویدال در مورد لیونل مسی میپرسد، ویدال چنین میگوید: لیونل مسی موجود فضایی دیگری است که با آدم ها بازی میکند. او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است. از اینکه با او هم بازی شده ام خودم را خوش شانس میدانم. نظر شما در مورد اینکه ویدال میگوید مسی موجود فضایی است که با آدم ها بازی میکند چیست؟ آیا شما با ویدال موافق هستید یا خیر؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.